از حضور قالیباف در روز آخر انتخابات و حواشی که برای اون رخ داد. آیا قالیباف از مجلس استعفا میدین؟ تا خانم هایی که در این انتخابات شرکت کردن هم دو تا عکستون دست تا حتی ثبت نام اسحاق جهانگیری. اما همه در این ویدیو یکی از چهره‌هایی که در این مراسم به چشم می‌خورد رویانیان، یک جورایی رئیس سابق باشگاه پرسپولیس که در این میان اومد و برای انتخابات یک جورایی ثبت نام کرد. آقای رویانیان ارادت دیگه از این چرا اسحاق جهانگیری بود که داماد حسن روحانی به خاطر ثبت نامش نوشت نگین دولت روحانی آمد، اسحاق جوانمرد آمد. اینهای متفاوتی هم از این روز آخر ثبت نام انتخابات پخش شد که با هم دیگه اون فیلم ها رو هم میبینیم و برمیگردیم. مجموعه اصلاحات میاد پشت سرتون جهانگیری؟ مجموعه اصلاحات میاد پشت سرتون؟ حتماً. وقتی از جهانگیری میپرسن که رقیب شما در انتخابات چیه، همچین جوابی میده. بشنویم. آقا جهانگیر، رقیبتون تو انتخابات کیه؟ پای صورتت پیدا بود. انتخابات باید تلاش بکنید که مردم ایران جواب نداد و گفت مردم ایران باید پیروز بشن، چیزی که گفته. و اتفاق جالبی که در این انتخابات افتاده، محسن رضایی در این انتخابات شرکت نمیکنه و به گفته خودش به زودی میاد یه سری توضیحات رو در این رابطه میده. دولت سوم آقای روحانی هستی؟ بیا توضیح میدی جان. حواشی که برای قالیباف رخ داد رو براتون میذارم. وقتی ازش میپرسن که بعد از این که اگر مثلا رأی آوردید از مجلس استعفا میدید، همچین جوابی میده. آقای قالیباف از مجلس استعفا میدید؟ از مجلس استعفا میدید؟ نه نمیده. استعفا لازم نداره. در صورتی که رأی ندیم برمیگردید؟ گفتن استعفا لازم نداره، یعنی جوابی خودش دادن. بریم حالا یکی دیگه ازش یه چیز دیگه میپرسه، ببینیم اونجا چه جواب میده. آقای قالیباف از مجلس استعفا میدید؟ آقای قالیباف، آقای قالیباف تجدید مجلس چی میشه؟ آقای قالیباف، آقای دکتر، آقای دکتر، آقای قالیباف تکلیف مجلس. اینجا جواب ندادن. البته یه فیلم دیگه هم از خود این فرد، یعنی قالیباف، منتشر شده که در میان هواداراشه و هواداراش هجوم میارن به سمتش و کلن حواشی بسیار زیادی در این رابطه هست. با هم دیگه ببینیم. همونطور که تو تصاویر پشت سر من میبینی، طرفدارای قالیباف پشت سر من در مقابل وزارت کشور تجمع کردن تا ایشون حضور پیدا بکنه. در اینجا صحبت‌های قالیباف رو هم می‌شنویم که در مورد سوء مدیریت دهه 90 یا کسایی که در دهه 90 حاکم بودن رو یه جور ازش می‌شنویم که با هم دیگه ببینیمش و برگردیم سراغ ادامه حواشی. که اگر داوطلب این انتخابات نشوم، کاری را که در چند سال گذشته برای حل مسائل اقتصادی مردم در دولت مردمی و مجلس انقلابی شروع کرده ایم و به زمان ثمردهی رسیده است، ناتمام میماند. قله علاوه بر انگیزه و احساس وظیفه، تجربه و مهارت هم میخواهد. با تمام وجود تلاش کنم تا با کمک شما دوره دیگری از رکود و سوء مدیریت همانند وضعیت دهه 90 در کشور حاکم نشود. ادامه حواشی قالیباف براتون در ادامه میذارم، ولی حضور حمید زرآبادی نماینده اسبق قزوین و دومین نامزد در وزارت کشور برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شد. البته بدون چادر اومد که اینم بعضی رسانه ها گفتن در این رابطه با ما ربط نداره، ولی خب چیزیه که گفتم و خانم هایی در این مراسم بودن که با هم یه فیلم هاش رو میبینیم و برمیگردیم. نزن بدون خب سر پایین. خانم دکتر عکستون رو دست. خانم دکتر عکستون رو دست.
وزیر کشورم در رابطه با انتخابات و افرادی که ثبت نام کردن همچین صحبتایی میکنه که با هم دیگه میشنویم و برمیگردیم. بله، آمار که دیگه دوستان خودشون میدونن، در این 5 روز 80 نفر از عزیزان موفق به ثبت نام شدن از کل مراجعین. خب عزیزان در جریان هستن، شرایط ثبت نام بعد از این بود که اینا واجد شرایط اولیه باشن، مثل داشتن سنشون در اون بازه مورد قبول 40 تا 75 سال، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، نداشتن سوء سابقه و داشتن سابقه اجرایی در یک سطوحی که بتونند مرحله اول رو پشت سر بگذارن. طبیعتا اونهایی که فاقد این ویژگی ها بودن نتونستن ولی ثبت نام بیان، ولی خب اونهایی که این ویژگی ها رو داشتن و مرحله اول ثبت نام انجام شد حدود 80 نفر. احمدی‌نژاد وقتی میکروفونش یه جوری خاموش شد و تایمش تموم شد همینجوری صحبت میکرد، الان قالیبوف هم همین کارو تکرار کرده. بریم با هم دیگه ببینیم چه برکردیم. کشور ما امروز به همان تفکر انقلابی نیاز دارد که 80 میلیون ایرانی را سیاه و سفید نمی‌بینند و از هر ظرفیتی ایران پیشرفته می‌سازد که در آن همه مردم ایران فرصت رشد برابر داشته باشند. برای ایران و ملت شریف ایران باید کاری کرد تا همان گونه که مردم در کشورها حسرت اقتدار ایران را می‌خورند از باید کشور می‌شود چگونه شود و من می‌شود و می‌خواهم و سلام علیکم. در انتها هم در این 5 روز 278 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 14 بنابر گفته رسانه‌های داخلی و حتی چیزی جورایی ثبت نام کرد. از اون طرف هم نوشته که از 278 نفر فقط 80 نفر حداقل شرایط رو برای ثبت نام داشتن. بعضی از رسانه هم گفتن که برادر رئیسی هم اومده ثبت نام کرده که به خاطر نداشتن واجد شرایط رد. در کل این بوده از اتفاقاتی که در روز آخر انتخابات افتاده و یه سری فیلم ها و کلیپ ها هم تو اینترنت پخش شده که در زمانی که طرفدارای قالیبوف اومدن سمتش یه اتفاقاتی افتاده که همین عکسیه که الان دارید اینجا مشاهده میکنید. لایک و سابسکرایب و کامنت و زنگوله مرامی یادتون رو خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خیلی عشقید، خدا نگهدار.